Vraiment. جاسوسجون باید ما در سر خودمون چی بمانیم؟ افضلیت پریاریتیت یک مقصدی که اونمو مقصدی سلامتی میگیم، سلامتی را نگاه داشتن و سلامتی را داشتن. بو سلامتی را داشتن دادن اختراع دادن سبب شدن گرفتن بو باید نگاه کردن نکن. اگر ما این سلامتی را نگاه نکنیم باید دست میتیم سلامتی را بومید زدن برای همین مقصد موندن نکن که ما باید صحت باشیم. برای اینکه ما مقصد بمونیم این سلامتی را نگاه داشتن موندن کن باید بدونیم برای چی ما صحت باشیم. یکم اینکه صحتی حلاوت داره، صحتی کیفیت داره. یعنی که آدم کسل از چی دارد؟ اذیت، درد. خیلی است آدم عذاب میکشن، مشکلی داره. آدم ها فکر نمی کنن که صحتی کیفیتی خیلی داره، حلاوتی خیلی داره. مثلا شب آدم نقص خواب میره، سحری وقتش چه؟ خوشه. خیلی است میخیزه اشتیاش هست، خوشی کار داره، صحبتش میفوره، چخ چخ میره، خندش قوت داره، در روش تبسم های. مثلا او از یک خوراک حلاوت میبره. همین آدم اگر کسل باشه اوقات به مزار نمیفهمه کن. خیلی است غذای به مزار رو باید چخی نق میخوره او آدم روزه میگیرن کن در آخر روزه میبینیشون روزه کشویده چخی خوردستن آدمی صحت هر اشتی همون سه وقتی که خواهشی خوراکش میبوید همون دو بیشور بلازد بیشور ای خواه سیر میکنه سهری میخیزه تبسم داره. خیلی است مناسبتش خوبه و ای صحتی بودن خودش حلاوت میبره، کیفیت داره صحتی. همین رو بدانه که آدم وقتی که صحت اگر صحت شدن بخواه یا که صحتی را بدانه که صحتی کیفیت حلاوت داره. کسلی چی داره؟ عذاب داره، درد داره، غم داره، مشکلی داره. آدم ها نراحت میشن ای غم ای درد ای عذاب. خیلی است از این برمه بیا که شما بدونه که آدمی زاد برای چی در زندگی همین زندگی خودش کوشش میکنه و چی میخواه برسه؟ میخواه که در زندگیش حلاوت بگیره، کیفیت داشته باشه زندگی. یه همه کوشش آدم در همین زندگی برای حلاوت های. اگر که همین حلاوت نباشه آدم دپرسی روح افتاده میشه. برای همین کوششی در درون آدم همین چیز گذاشته شده گه. از این برمی بیا که شما باید بدونه که صحتی این حلاوت های، این کیفیت های، این حضور جان های ده تاجیکا میگن نوش جان های، حضور جان های. یعنی که همین چیز در آدم افضلیت میشه، کوشش میکنه. باز برای چی ما میخواهیم که صحت باشه؟ ما اگر صحت باشه منفیت میرسونیم به دیگران. اگر ما بیمار باشیم چی؟ ما با مردم چی میرسونیم؟ ما با مردم یعنی که به نزدیکای خودمون ناراحتی میرسونیم و یا عذاب میکشن. خلاص اینجوریست و یا بعد میگن که خیلی که صحت میشه بخی خدر دعو کردیم خدر ما تبابت کردیستیم خب با تبابت با درست کردن نکن. یعنی که شما بدونه که وقتی که شما صحت هسته نزدیکاتون ای شما راحت میگیرن، فایده میگیرن، شما باید رو یاردن میکنی، کمکشون میکنی. اگر کسلی باشه شما باید رو مشکلی میبینی که معنی نداره که ما کسل شدیم از ما بیزار میشون. نه فرهنگی توجیکی ما خیلی خواهیم نخواهیم مردم ما نگات میکنن خشتباری ما در کوچه نمیپرته دیگر خلقا در مثلا از خانه های به صاحبه و بشوره نه این چیزا خانه های کودک ها در مردم ما دیدید که این چیز مثلا مقدر چیز فرهنگی ما نگاه و بین میکنند چی قدر میتونه نزدیکاش خشاش ما ندیدیم در کوچه پرتویم. خیلی است نکه به هر حال ما فایده میاریم و نزدیکای خودمون
برایم صحت بودن کوشش کردن نکار. وقتی که به نزدیکات فایده آوردی دوستت میدارن، احترامت میکنن، به این هم دوستت میدارن. یعنی آدم کسل شد از مردم ما خبرگیری میرون، دوست میدارن، نگاه بین میکنن. یکی نمیپردن که به هر با بودانیم که صحت بودن خوب تره. همین آدمی کسل خطی مسلحت میکنن، اون آدم کسل های میان خطیش مسلحت میکنن که ما پلانی توی داریم، نقشه مرکت داریم. قریب که هم مسئلیت نمی کنن. خیلی اک میان میپرسن که خیلی خطیش من. برای باید بیموره میگن با وزمینیش نقلتا. در مرده و زنده خبرش میکنن. آدمی کسلا. هم میگن با خبرش نکن که فلانی گذشته شده با کسل نشه با گفتن. نگو کنی. صحت بدن رو کوشش کردن نکر. بدانیم که ما منفیت میریم و خطی جامعه هیم. باز برای چی ما صحت باشیم. ما مثلا که صحت که باشیم پس به مردم به جامعه فایده میاریم. یک کسی یاردن میکنه، یک کسی دستش میگیری، کرش بود میکنیم. خیلی از هر کسی یه هنر خودش دارد. برای هم فایده میرسونه. آدم بیمار باشه فایده رسوندن میتونه؟ نه. مثلا خدا نشان نتید یک مشکلی اگر در وطن شود، آدم بیماری میتونه در وطن شود حفظ کنه. آدم بیمار نمیتونه. ما با وطن چی میرسونیم؟ منفعت میرسونیم. انا که آدم صحت باشد با برای چی که صحت بدن ما بخواهیم؟ با کی مانند میشود؟ البته جمعیت آباد میکند، برای وطن منفعت دارد، برای دنیا منفعت دارد. آدمای صحت اکثری همین آدمانی که صحت هستند، اینا مانندی آدمانی هستند که در بهشت زندگی میکنند. در بهشت کسلی هست؟ بیماری هست؟ یعنی که ما مانند میشویم به همه آدمایی که صحت هستند، بهشتی هستند. یعنی که در مثلا آدم ها را گفتن میشد که آدم بد است یا این آدم نیک است. ما میبینیم که گفتن میشد فلان آدم بد است، فلان آدم نیک است. ما هر روز میبینیم که آدم ها کارهای میکنن یا که با مردم بدی میکنن یا که با مردم نیکی میکنن. ما میبینیم همه آدم ها دو نمود میشن، آدم های نیک، آدم های بد. معلوم هست آدم های بد بسیار با مشکلی ها گرفتار میشن. یعنی که وقتی بدی میکنن آنها با حتی به نسل خود زیان میرسنن. آدم بد چهرش میفهم؟ تصور کنید آدمی نیک چه خیلی است، منفیت میرسونه چهره شه، صحتی شه، سالمی شه. مثلا بشور آدم ها رو دیدید؟ آدم هایی که بشور وقت عمری دراز دارن، بشور آدم های چی هستن؟ آدم های خوب هستن. اما آدم یکی 90 ساله باشه دیدید که باید داد میزند و عصبی میشود؟ نیست که 90 تاگی 100 ده بشور آدم های آرام هست. خرکترشون بشور آدم یک چی هست خوب، خودشون ایداره کردن میتونن. مثلا با بغیر از این اگر تیپشون بخواد باشد، دکتری زور داشته باشن، عموماً تاگی صد با میروند. همین چهار بیماری که وزیر دنیا را خطر داره، یکی بیماری رکای، یکی بیماری دولینی های فشار بلندی، یکی بیماری است مثلا اینفارکت سکته ایدی، یک بیماری دیگه بیماری کن. همین چهار بیماری عموما آدم ها رو نیست میکنن. بی نرمد بی میشه میشه امروز تا امروز باشه کوشش کنید دیر نکنید. نروی که ما امروز یک موضوع مهم داریم، همین چهار کسلی که آدم ها را از بین میبرن. از همین چهار کسل در دنیا کسلی مهم هستن که تشکیلات عمومی جهانی تندرستی هم اعلان کرده که یک چهار کسلی که عموما سبب مرگ آدم ها میشوند. این سکته دل است، این فرق، این انسولت یعنی فلج است، این بیماری سرطان
رک است و بیماری قند است. برای شما در خارجه بسیار میبینیم آدم هایی که 80 ساله بالا هستن. سببش چیست؟ سببش اونه که و یا همین 4 بیماری را پیشگیری میکنن. مثلا برای این فرق نشود درون دل در رگهای اتروسکلر رو ستکچه میمانن و سی میکنن دل نرز بکر میکنن. در درون عصب میمانن رگها رو تازه میکنن پیشگیری میکنن. مثلا هر زمان دوی نیم ماه پس یک کوارتال پس رفته ای دکتر میگذارن دکتر معاین میکند حالت سلامتی شما. بیماری رک اگر در همین سرطان اگر در زینه های اول یافته شود تبابت شونده است اول خدا ما خارجی ها میبینیم که این کورا کردیستن. برای همین ما و شما ولی آینده نزدیک در ما همین کورا میشود یعنی که تیب بسیار دسترس میشود خدا خواهد. ولی به هر حال ما با همون فرهنگی طبوبتی خود ما نداریم. یک خلق ما با راه های با خودش راه هایی که مثلا گرفته است به همونا میتونه بروه سلامتیش خوب کند. و همین حساب ما حاضر گفتیم که برای چی ما میخواهیم که صحت باشیم. برای چی ما میخواهیم که صحت باشیم؟ ما گفتیم که یکم صحتی چی دارد؟ حلاوت دارد، کیفیت دارد. دوی ما گفتیم که صحتی منفیت به نزدیکامون میرساند. اما آدمایی که در اطراف ما هستن و یا از صحت بودن ما گفتیم که فایده میگیرن. نباشد یا آدمی کسل بیوجیتی آیله را بسیار کساد میکنن. بیوجیتی آیله را میزنن. پولی که در زندگی باید برود در طبابت میرود. و اگر باز آدم صحت شود بازیم این باز با هست که طبابت میکند با متاسفانه با بسیار وقت صحت نمیشد. برای همین در ما هم طبابت بیاییم که می بایدکم برای من بیاییم چیز دیگری که ما میخواهیم که مثلا صحتی را در خدمت افضلیت کنیم این اونایی که ما به جمعیت فایده میاریم به مردم فایده میاریم. باز چهارمش ما با کی فایده میاریم؟ با وطن. البته یکم همونه که حلاوت دارد. آنچه که ما گفتیم یکم آدم صحت آدم کسل درد دارد غم دارد، عذاب دارد، آدمی صحت چی دارد؟ حلاوت دارد. از یک خوراخری سر دسترخوان وقت خشخش می شد. یک خوب راحت می بیند. این اول من این باید خورم میگه خدم می کنم سوزده تا می بینم شما سه تا می بینم برای من خنم رو راحت سیم کرد. آره دیدید؟ عذاب دارد. ایسه سوزده، ایسه نمی. یعنی که بیماری رو بینید چقدر مشکل است. یعنی که نراحتی می آرد. دویم البته چی دارد؟ منفیت به نزدیکان، سهم به جمعیت، چهارم به وطن. یعنی که آدم به وطن خودش چی دارد؟ منفیت دارد. و پنجم صحت بودن ما و شما ما مانند میشویم به بهشتی آنم خیلی است. آدمی وزیر ما یک گپ گفتیم بسیار آدم ها گنده هم بدن از حسابی چی گنده هم؟ از حسابی چی بدی میکنن؟ از حسابی که درد دارن ناراحت هستن. کسل که هست و دلش با آدم ها نمی سوزد. بعد یک راه می شود. بسیار جنگرم می شود. بسیار برای چی باید دویم عذاب دارد. دویم نراحتش می کند. کسلش عصبوش نراحت می کند. برای همین باید تیز عصبی می شود. تیز نراحت می شود. تیز جنجال می کند. تیز مناقشه می کند. بسیار وقت ما می دونیم که کسایی که سن سال رفتگی هستند کسلی بسیار که دارن چی هست؟ مشکلشون هست. بعد میگن که باید خوشدومن گنده، بعد میگن که سوری خیل، بعد میگن پدر خیل، بعد میگن مادر خیل، اکو خیل، فلان خیل، همسایه سین سال رفته تیز شکایت میکنه تیز. سببش همین است، باید چی هستن؟ باید بیچارا بیمار هستن. اگر این کنه داشته باشن تبابت کنن، چون که با تبابت فقط تنگی نیست، تبابت هست بیماری احساسی، بیماری فکری، بیماری روانی، اجتماعی، بیماری تقدیری، بیماری هستن طبیعی حسابی طبیعت.
یعنی که هفت نمودی ما تبابت میکنیم و خدا خواهد ما و شما باز خوبتر میشیم، چون که امروز ما موضوعی بسیار مهم اگر زدیم. این موضوع چیست؟ موضوعی صحتی را خواستن است، صحتی را آرزو کردن است. در برابر این که ما میگویم که مکتب روید، دانش گیرید، سواد گیرید، در برابر این خانه و در کنید، زندگی کنید، آیلدار شوید، تربیه کنید، خدمت کنید، ما باز یک چیز در خدمت میگیریم، معرفت سلامتی را که ما باید خواهش داشته باشیم که چی باشیم؟ صحت باشیم. همین کارا میکنیم امروز. فهمیده که موضوع چی خیلی من هستن؟ موضوع بسیار مهمه. سگ بزرگی شکار برده نمیشود. بزرگی یک کس کار فرموده نمیشود. اگر همون کار هم بکنه، همون کار رو ویران میکنه، حرام میکنه. برایش برای که ما مجبورش میکنیم. وقتی که در او خواهش پیدا شد، چرا ما همین کار رو کردن مانده کار؟ اون آدم اون کار رو با چی میکنه؟ با بسیار خواست دل درست میکنه، نقض میکنه و اون کار عمرش دراز است. برای هم امروز شما تبابت آمده، تبابت رو کوشش کنه که درست رعایه کنه قانون هاشه، رعایه کنه دینگی توصیه ها را دروات رو نظم کنید، سکوتتون رو درست کنید، سلامتی را بخواهید. باری دیگر میگم که هی در ما ای خیل نیست که آدم بیاید خدا نشانتید ما باید تشخیص نمانیم، خدا نشانتید ما باید کمک رساندن نتانیم. به هر حال واسطه های گوناگونی است که ما آدم کمک میرسانیم. ای خیلالی نشد است که ما کسی را کمک رساندن نتانیم، خدا نشانتید روز. اگر شما صبر کنید، طاقت کنید، رعایه کنید، گفتگی های ما را اجرا کنید، انشاءالله شما صحت میشید. و باز امروز کسانی که ما دارو درمان دادیم و سوزن زدیم، ناظر با میگذاریم در مسئله سکوت، کوشش کنید که سکوت درست کنید، چون که یک کسی دیگر در درون ما هست، همون معنی ما در درون معنی خود ما نداریم. من یکی هست معنی که حاضر ما، شخصیتی که حاضر ما بیرون در میگردیم، یا تدیگه در درون هست. اما همون ما باید چکار کنیم؟ راضی کنانیم که صحتی را قبول کنند، چون که تگ دل آدم اگر صحتی را نخواهد، صحتی را نفهمد، قبول نمیکنه. در تگ دل دارو ها حاصل میشن، میخانیزم های صحت کنیم و کار میکنند. این ما با چی در دست میاریم؟ با سکوت و مدیتاسیه که حاضر ما و شما میکنیم، با تگ دل میریم و همونجا تازه میکنیم و خدا خواهد به مقصدهای خود میرسیم. مقصدهای ما و شما این صحت بودن است، فایده آور بودن است و از زندگی راحت گرفتن است.